متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین به دور همی ما و انرژیتون خیلی به ما کمک میکنه که برنامه خوبی داشته باشیم. خب موضوع امشب ما که نمایش هم نداره تا بچه های بازیگر نیستن، یه کمی راجع به بازیگری و شهرت و این چیزا صحبت کنم. به به هنرپیشه، بازیگر، اکتور یا آرتیست به کسی گفته می شود که به طور حرفه‌ای نقشی را در یک نمایش، تئاتر، سینما یا تلویزیون بازی کند. واسه همین به بچه‌ای که خوب کله ملق می زنه بازیگر نمیگن. تو همه فامیلا یکی هست که اگه بازیگر میشد کل ایرانو منفجر میکرد. میگه کامبیزو دیدی چی کار میکنه تو مهمونی ها؟ ادای پدر پسر شجاع رو در میاره، این خودش. اصلا همه چی با همین ادا شروع شد، چون ادای خاصی هم نداشت، همه بلد بودند. یه سرهمی آبی میپوشید، یه پیپ میذاشت گوشه لبش و با یه صدای خیلی معمولی که هیچ ربطی به اصلش نداشت میگفت پسرم تو دیگه بزرگ شدی، همجوری که من گفتم. هیچ چیز دیگه هم نمیگفت. به همین دلیل ناگهان یه موجی را افتاد که هر کی ادای پدر پسر شجاع خوب در می آورد فکر میکرد میتونه بازیگر خوبی بشه. میگه شاهرخ رو دیدی تو مهمونی ها چی کار میکنه؟ یه پارچه دوغ و یه نفس سر میکشه، بعد با کف دست با شکمش صدای دف در میاد. چیه این سیامک انصاری؟ به خدا اگه بلد باشه این کارو، خدا شانس بده. میاد میگه آقا این فریبرز ما رو باید ببینید، انتهای بازیگریه. زبونشو در میاره میچسبونه نوک دماغش، بعد همزمان چشاشو چپ میکنه نوک دماغشو میبینه. اینو نمیتونید بذارید جای مثلا محمد نادری؟ لپاشو که باد میکنه ما میمیریم از خنده. یکی هم هست، نمیدونم شماره منو از کجا پیدا کرده، چند وقت یه بار زنگ میزنه رو پیغامگیر صدا هلیکوپتر در میاره. از این مدل ها که افکت میدن که هلیکوپتر دور میشه بعد نزدیک میشه، دوباره دور میشه بعد نزدیک میشه، تهش هم پیغام میذاره با تشکر از جناب مدیری شماره من افتاده، لطفا جهت همکاری تماس بگیرید. بعد از چند وقت که دید تماس نمیگیرم مدل رو عوض کرد. الان آهنگ سرزمین‌های شمالی رو با دهن میزنه و من واقعا بهش عادت کردم. یعنی یه وقتایی که دو سه روز میگذره زنگ میزنه، حالا یا رو سفره یا هرچی، من دپرس میرم پای پنجره به بیرون نگاه میکنم. یه استعدادهایی هم داریم که هر پیشنهادی رو نمیپذیرن. اینا تا اون نقشی که مد نظرشونه بهشون پیشنهاد نشه اصلا وارد گود نمیشن، ترجیح میدن همین با نمک معمولی باقی بمونن تا اون نقشه برسه. مثلا یه مورد هست که الان 40 ساله میخواد نقش جوون دم بختی رو بازی کنه که با چاقو حمله میکنه به سپاه دشمن و همه رو میکشه. متاسفانه هنوز تهیه کننده‌ای که ریسک سرمایه گذاری روی این طرح بپذیره پیدا نشده، اما این دوستمون کماکان امیدواره بتونه با کمی تغییر در فیلمنامه نقش پیرمرد رو به موتی رو بازی کنه که با چاقو حمله میکنه به سپاه دشمن و همه رو میکشه. خسته شدین؟
اگه گذاشتن خسته شدین؟ نه؟ خب ادامه بحث بازیگری. یکی از زمینه‌هایی که خیلی وقت پیش ما توش به خود کفایی رسیدیم رزومه بازیگریه. پشت چراغ قرمز نشستی تو ماشین، طرف میاد میزنه به شیشه، با لبخند میگه بد پایین، میگه مرسی قربونت چیزی نمیخوام، میگه نه بده پایین کار دارم. اینجور وقتا پنجره رو میدم پایین، میگم جان. میگه ببخشید آقای مدیری، تو این کار جدیدتون واسه ما جا هست بیام بازی کنی؟ میگم نه قربونت برم، تیم ما تکمیله. میگه نه آخه من رزومه بازیگری دارم، آشنا نیستم براتون؟ ندیدید منو تو مختارنامه؟ یه صحنه بود که مردم بصره هجوم آوردن به سمت دروازه های شهر. میگم خب نقشت چی بود؟ میگه من مردم بصره بودم. مورد داشتیم که با رزومه بازی اومده جلو، بعد که تحقیق کردیم تو کدوم صحنه بوده، گفته ببخشید من خودم نبود، من اسبم اونجا بازی کرد، تو من پشت صحنه اینجوری میکردم که غریبی نکنه که جفتک نندازه. اینی که در حال حاضر ما یه جمعیت رزومه دار داریم در زمینه بازیگری که یا نقشه یک بازی کردن یا مردم بصره بودن. یه بار دیگه هم پشت چراغ قرمز بودم، یکی اومد زد شو بده پایین. جان چشا سرخ، گوشا شکسته، سیبیل تا نزدیک قده تیروئید. شیشه دادم پایین، گفتم جان. گفت آقای مدیری میشه من سیبیلامو بزنم؟ گفتم به نظر من که قشنگه، ولی زندگی خصوصی خود ترجوش صلاح میدونی. گفت آخه شما 72 رو که کار میکردین یه روز منو توی رستوران دیدین، اون موقع یه سیبیل خیلی نازک داشتم، اومدم امضا بگیرم، گفتی چه سیبیل قشنگی داری، نزن قشنگه. حالا این که میگم اتفاق افتاده. گفتم بعد اونجا دمه ماشی، گفتم عزیزم معذرت میخوام، بزنش بره. گفت های کارم دارید میذارم باشه. واقعا تا قده تیروئیدش بود. فقط الان گفت فقط یه مشکلی که دارم موقع غذا خوردن اصلا دهنمو نمیتونم پیدا کنم. واسه همین کارگردان ها معمولا چراغ قرمز رو به سرعت رد میکنن. کلن باید در حرکت باشی، چون اگه یه نیش ترمز بزنی میان میزنن به شیشه میگن بده پایین. مهمون داریم، چه مهمونی؟ این اسمی که میگم و خب اینجا رو بتره کنید، امین حیایی. ما رو با هست ببورده اصلا نگاه کن خستگی همه در رفت. نه سلامت. ببین چقدر دوست داشتنی هستی. محبت داری. چیزی میخوای بگی؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم، بینندگان محترم برنامه، چه در ایران چه در خارج از کشور. روز پدرم خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
متشکرم. بو کالباس میدی؟ جدی؟ مال اسپس فکر کنم. نه نه جدی نه؟ تو کالباس نخوردی؟ نه نه خیلی. واقعا من کوتاه سوال میکنم، کوتاه جواب بده. کالباس میدی؟ خب مگه چیه حرف بعدی زدم؟ مگه کالباس خوردی؟ کلی ادکلون خالی کردیم رو خودمون اومدیم گفت آها کش ما رو بو کالباس. نه ولی من ادکلونی هم داشتم که بوی کالباس میداده. این همون واقعا 45 سالته؟ 46 رفتم تو 46 سالته. چطور میشه؟ شوف چطور میشه؟ چی کار میکنی؟ ورزش؟ ورزش هم جزش هست. بله دیگه یه سری کارها رو نمی کنیم، یه سری کارها رو انجام میدیم. گفتی کوتاه دیگه. آها توضیح دیگه میشه توضیح بلند. استرس نداری؟ آدم آرومی هستی؟ آروم شدم، قبلا داشتم الان آروم شدم الحمدلله. چرا اینقدر سریال و فیلم بازی میکنی؟ چرا این کار رو چرا اینقدر فیلم بازی میکنی؟ کی به کی میگه؟ من خیلی فیلم و سریال بازی میکنم. چرا اینقدر فیلم بازی میکنی؟ کار دیگه هم ما داریم بکنیم. خب نه آخه تو در سال داشتیم 16 تا سینمایی داشتیم. نه بابا نه. چند تا داشتی؟ من خیلی داشتم، 4 تا بود. خیلی تو سال بازی کردم 4 تا. تو یه سال 4 تا؟ یه سال 4 تا مال یه هفتته. نه بابا بین مریضش داشتیم مثلا سریال رفتیم بین مریض. همون لابلاش یه بازی. چرا قد سرعت و ریتمت بالاست؟ سرعت و ریتمم بالاست؟ آروم شدم تازه الان. این آرومه تو؟ الان آرومم اینه. خب این قبلا چی بود؟ الان اون روشو میشه به ما نشون بدی؟ مثلا تندشو یا آرومشو؟ الان آرومی؟ الان آرومم خوبم. اون روشو نشون بدی. قبلا چجوری بودی؟ قبلا سر زیاد تکون داشت، بس زیاد تکون داشت، دست بازی میکردم، میرفت میومد. اتفاقی الان آروم شدم، ریلکس میشینم نگاه میکنم. دلت میخواست مشهور بشی؟ فکر نکردم اولین بار که اومدم بازی کردم به این چیزاش فکر نمیکردم. اصلا فکر نمیکردم که شهرت میرسم نمیرسم، چی میشه، چه اتفاقی میفته. فقط من از بچگی عاشق سینما و فیلم و تارزان و مارزان و این چیزا بودم دیگه. همش دنبال زورو و نمیدونم عاشق سینما بودم، یعنی عاشق فیلم و سینما بودم و دوست داشتم نگاه میکردم. و با فیلم عروس آقای افخمی دیگه خیلی از سینما خوشم اومد. کار آقای پورعرب خیلی دوست داشتم، کار خانم کریمی همینطور و نقشای جذابی که ایجاد کرد ایفا کردن و خیلی رو من تاثیر گذاشت. بعد کار آقای مهجویی بود، کار هامون، و اون هم باز تاثیر بسزایی رو من گذاشت و خب عشق و علاقه‌مون به سینما بیشتر کرد. و سال 70 بود که آقای اصغر هاشمی با من تماس گرفتن برای فیلم و یعنی در واقع آقای همایون اسدیان که دستیارشون بودن اون موقع. اولین کارت یعنی سال 70؟ اولین کار سال 70 بود. با چه فیلمی مشهور شدی، معروف شدی؟ فیلمی که معروف من فکر کنم کما بود. خیلی تاثیر گذاشت. بله اول البته فیلمای قبلیم هم یعنی سریال آپارتمان خوب داشتم قدیم، اون خیلی تاثیر گذاشته بود. یعنی از اونجا به بعد شهرت رو یه خود حس کردم در واقع. کدوم یکی از 1350 تا فیلمی که بازی کردی رو بیشتر دوست داری؟ همشون رو دوست دارم. همشون رو دوست دارم. با همشون رفت خاطرات خوش و خوب دارم. کارهایی که بوده که دوست داشتم، نقشایی بوده که دوست داشتم، با همشون ارتباط خوب داشتم. الان به چه قیمتی حاضری شهرت تو از دست بدی؟ بدم؟ اصلا میتونی زندگی کنی؟ شهرت نداشته باشم؟ یعنی یه روز صبح از خواب پاشی ببینی کامل تغییر میکنه زندگیم دیگه. هیچ کس نمیشناست. کتت خیلی چروک شده. قابل نداره. قربانت. دکمهاشو با کنی. میخوای بکنی؟ نه. کند، خداییش کند. چه بو کالباسی میده. خب فرض کن الان مشهور نیستی. خب از این دوتایی که میگم کدوم انتخاب میکنی؟ داشتن 10 میلیارد تومان برای استفاده شخصی بعدی، داشتن 100 میلیون تومان برای اینکه بدی به یکی مشهورت کنه. آها با پوله چیکار کنم؟ دنبال شهرت باشم یعنی دوباره؟
ده میلیارد شخصی میخوای؟ ده میلیارد شخصی بیشتر دارم، شهرت میخوام چیکار کنم دیگه؟ شهرت نداشته باشم دیگه دنبالش نمیرم. یعنی 100 میلیون میدی مشهور شی؟ نه دیگه، اصلا دنبال شهرت دیگه نمیرم، همون استفاده شخصی میکنم. پول رو بیشتر دوست داری؟ آره با پول حال میکنی، حال میدیم. توی مصاحبه گفته بودی که دوست دارم یه مزرعه داشته باشم یه گوشه ای رو، آره خیلی جور زندگی کنم. دوست داری؟ بله واقعا. چرا این کار نمیکنی؟ اسب و مزرعه و چرا این کار نمیکنی؟ ایشالله آینده هنوز زود، هنوز داریم زندگی میکنیم فعلا تو شهر، فعلا شهریم هنوز. 45 سالته؟ باشه وقت داریم، 140 سال یارو عمر میکنه. فرصت داریم من. آره بزرگترین رویات چیه واقعا؟ بزرگترین رویای من واقعیتش همون اتفاقیه که باید تو کل دنیا بیفته، صلح بشریه. یعنی اون زنجیره بشریت که پاره شده وصلشن به هم، که در واقع اون انرژی که خداوند داره واسه این دنیا و کائنات میذاره از اون سوراخ بادکنکی که بشریت ایجاد کرده خارج نشه. ما تنها سوراخ دنیا فکر کنم ما بشریت هستیم. یه تئاتری هم در این زمینه داشتی که موضوعش همین، موضوعش همین بود. ایشالله اون اتفاق بیفته، من فکر میکنم همه نجات پیدا میکنن، همه کسایی هم که حتی دنبال پول هستن، دنبال هر چی هستن، اونا هم نجات پیدا میکنن. یعنی یک فکریه برای همه، همه دنیا. دختر به بازیگر میدی؟ دختر به بازیگر، بازیگرش کی باشه؟ آها بستگی به اینکه بازیگرش کی باشه. بازیگر بد نیستش، بازیگر خوبه. دختر به تو سخت دادن؟ نه. رفتی چی گفتی؟ بعد با خانواده ها صحبت کردیم که ما میخوایم ازدواج کنیم، اونا اوکی بودن چون میدونستن ما همدیگر دوست داریم. هیچ مشکلی نبود؟ هیچ مشکلی هم نبود. هنوز خوبی؟ هیچی هم نداشتیم، زیر صفر بودیم با هم ازدواج کردیم توی مایا. خب خواهش میخوام چند تا جمله میگم کامل کن. بفهم از دست آب نمیخوام. خواهش میخوام خودت آوردی؟ آب دیگه. بله زعورقه دورش نیست. جان دهنیه؟ کی خورده؟ آقای روحانی؟ نه آقای روحانی گل. یه منتقد بزرگ خورده از اینا. بخو. آب آب دیگه. باید چیزی نمیشه. دفع. امین حیایی خورده این. عزیز. چند تا جمله میگم کاملش کن. کالباسی میشه. نه اصلا دیگه نه اصلا دیگه نمیدونید اینجا چه خبر. من دیگه لمس شدم از شدت. خواهش میکنم دیگه، خواهش میکنم هی هم بو کالباس میده. اگر بازیگر نمیشدم جای خالی میشدم خواننده میشدم. شد خواننده. میخونی؟ صدای خوبی داری؟ سعی میکنیم بخونیم. بخون بخون. چی میخونی؟ کتاب، درس. یه جست معروف داری؟ 90% فیلمام نوشته بود. آره بیا چقدر با این جست پول در آوردی؟ نون تو این جست هست. یعنی یه ذره سنت بره بالاتر و دیگه نتونی اینجوری باشی، کلن زندگی تو میخوای چیکار کنی؟ یک فکری، امین اینجا میشینه، من از آقای روحانی هم خواهش میکنم به عنوان منتقد بیاد اینجا بشینه، سه نفر بیان بالا تست بازیگری بدن. امین میگه که چی بازی کنن، آقای روحانی نقد میکنه. خوبه؟ عالی. سه نفر شما بیاین. بفرمایید. خوش سری خوشی. آقا خیلی خیلی بخواستم. بفرمایید. بیاین اینجا. مستعدی دار. شما بیاین. آره آره.
نه دیگه اینجا وایسین. خب میکروفونتون رو بدین به اینجا، شما بیاین اینجا. اینجا من جاهاتون رو تنظیم کنم. خیلی خب همینجا، شما هم همینجا، یه ذره این ورتر، یه ذره این ورتر. خب امین جان شما بگو چی بازی کنن. بله آقای روحانی هم بازیشون رو نقد میکن. یه موقعیت بگو بازی کن. فکر کن اون یه قایق الان صندلیه. صندلیه. آره. میشه وردشون وسط؟ بگی بریم. بیا. این یه قایق. مثلا. شما تو قایق نشستی و تک و تنها. هیچکی هم نی. گیر افتادی. چقدر سخت. تشنه، گشنه. چیکار داری میکنی الان؟ قیافت رو ببینیم فقط. رو به تماشاگران عزیز دیگه، ما از این ور میبینیم. ما میبینیم اپوش. ما میبینیم. بذار یه خود بیاریم شما، ما ببینیم. نه همونجا که بود خوب بود. خوب بود. آره. یه خود بیاریم این ورتر فقط جداش کنیم. منظور این بود که جداش کنیم قایق حس. آره. یه ذره بچرخون. خوبه. خوبه. بفهم. کلاه بعد. با میکروفون نیاز داری؟ تو آب دیگه میکروفون به دردت نمیخوره. آه خب برای این چیزی که خب گفت نیاز نداره. داجین دستش نمیدونه با چی بکش. بفهم. 3 2 1 چیکار کنم حالا؟ خب آقای روحانی من که تمام موهای تنم سیخ شد. قایق رو ترک نکن. شما نقد بفرمه. اما تاثیر سینما ایران کامل در این دوستمون میدید. درسته؟ بله. ایشون هیچ شانسی نداره. مطلقا ندارن. بهتر برن دنبال کارشون. الهی بمیرم. بمیرم واقعا. خیلی لطف کردیم. محبت کردیم. دستون داریم. فدایت شدیم. برخشیم. 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 اجازه میدیم. برخشیم. فدایت شدیم. خیلی من. خب. نفر بعد. بفهمید تو قایق دیگه همه این تستو بدن دیگه خودش همین تستو بدن همین تستو بدن کدوم بهتر اجرا میکنه بعد همه میکیه میکروفون داره چیزی نمیخوای چیزی نمیگی ببین مدتی گذشته ها آفرین اولین کار درسته پاش باید بالا باشه اون پارو گذاشتم تو آب پا تو آب پارو میگه دو تا کوسه میاد چی گرما و به نظرم یه مشکل یه دیگه داره. گس مشکلش. مشکلش یه چیز دیگه. نه ادامه بده. گرمشه. رفت دربند. رفت دربند. خیلی خسته شدی. آره بیا. خیلی پاروز زدی. قایق داره میره. به کی گفتی اینا الان؟ تو اونجا هیچکی نیست. با خودت بودی؟ خب. تمام. متشکرم. بفرمایید. واقعا. بله. والا ترس کنم. بله. نه یه نقش دیگه رو داشتن بازی میکردن. بنابراین مشکلش هم چیز دیگه ای بود. آره. مشکل چیز دیگه ای بود در جای دیگه ای و اصلا بازی دیگه ای یا به سبکی که آقای مدیر میگن سه شنبه باید دارن شما آره آره اون کباب و نوشابه مرسی خیلی ممنونم بفرمایید
آفرین باریکلا. اولشو میگن و بعد میرن اون رو میشینن. آروم بشین و به نگاه کنید که دریا رو کجا میبره. چهار دونو همینجوری الان فشار بتون نیاد. امیدی هم نی. چه فرمودن چون دریاست و هیچ امیدی نیست. طبیعی ترین حالت دیگه میشینن و ببینن دریایشون رو کجا میبره. تموم شد؟ بله بفرمایید. بله دست و پای زدن ایشو استیصال لحظه آخر یک تهیه کننده رو از یه فیلمشون تو گیشه شکست خوردن خوب بازی کردن. بیخیال شدید داریم... آب کجا میبره و لذت میبری هم منظره. خیلی مم... خیلی اذیت شدین. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم لطف کردین. خیلی اذیت شدین. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین. خب میرسیم به آخر برنامه. یه سری بازیگر داریم. اینا گرچه هیچ وقت در هیچ فیلم یا سریالی، تئاتر یا نمایشی حضور نداشتند، ولی چنان در عرصه خانوادگی، اجتماعی و سیاسی ایفای نقش میکنن که استانیسلافسکی پیشش هیچی نیست. این گونه جانداران هر روزه مشغول ایفای نقش همسر مهربان، کاسب منصف، مدیر دانا و سیاست مداری هستند که جز خدمت به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کن. کسانی که نقش پولداری که آه در بساط نداره و مرد عیاشی که خسته و کوفته از سر کار برگشته و مدیر رشوه‌خواری که پاک دست واقعا این نقش رو بازی میکنن، فقط مدیر باغ وحش پارک ارم میدونه این آدم ها رو تو کدوم قفس بندازه. این جوریه که هیچی اصلا ولش کن. بگذار. خیلی ممنون که اومدید. خیلی ممنون که این ساعتها پیش ما بودید، به ما انرژی دادید. امیدوارم همیشه خوب باشید. به خدا میسپارمتون و به امید دیدار. شب بخیر.